به فیلمی توجه بکنید که از سفر پادشاهی ایران ساخته شده. خوب دقت بکنید، در این فیلم شما مردانی میبینید با کت شلوار سیاه، کراوات و یک چماق در دست. از اینها به عنوان چماقداران ایرانی یاد میشه. اول ایجاد نظم و امنیت رو ظاهرا خود دستگاه اطلاعاتی دولت آلمان به ایرانی ها واگذار میکنه که اون رو بعدا به نمایش بگذاره. و در اونجا شخصیتی به نام کوراس پلیس تیری شلیک میکنه سمت یک جوان که به نام ایرانی ها نوشته میشه، به نام پادشاه ایران نوشته میشه. این جوان رو میبرن به چند بیمارستان و اعلام میشه که یه ضربه خورده به سرش. هیچ کس نمیدونست که آقا گلوله تو مغز اینه، از پشت زدن گلوله توی مغزشه. شب هنگام تو بیمارستان مشخص میشه که گلوله در مغزشه و متاسفانه به نئونزورگ اون جوان دانشجو میمیره. ولی قتل او به نام ایرانی ها ثبت میشه. کاش به دست ایرانی ها این چماغ ها رو دستگاه امنیتی آلمان نمیدن. نگاه کنید، واقعیت اینه. Geschichte eingehen werden. Zwei Lager stehen sich gegenüber. Einmal sieht es nach einem Zusammenprall der beiden aufgeheizten Gruppen aus. Aber eine Rauchkerze zwingt die Schar an Scharrufer noch einmal zum Rückzug. Die Polizei sammelt Studentenporträts. Dann kommt der Schar. Einer geht. Sie hat eine richtige Ahnung. و یک سفر بی معنا. Kaum ist der Schah im Rathaus verschwunden, gehen die Jubelperser zum Angriff über. Die Schranken, die sie von den Demonstranten trennten, sind plötzlich geöffnet, man weiß nicht wie, und ebenso plötzlich sind die unheimlichen Gäste mit Totschlägern und Holzknüppeln bewaffnet. Schon mal oder mir Jelle. ولی اجازه زدن نداشتم. Bei den ersten Attacken gegen Demonstranten und harmlose Zuschauer gibt es noch abwehrende Hände aus den eigenen Reihen. Aber von den 5000 Berliner Polizisten ist keiner mehr da, um das folgende zu verhindern. از پلیس آلمان هیچ خبری نیست. پلیس هیچ مداخله ای نمی کنه. نگاه کنید، کسی کسی رو نمیزنه. حتی یکی از اینها که آلت پرخاشجویانه داره توسط دوستانش مورد مذمت قرار میگیره. اینا با خالفان اون بر وایسادن. برخی از اونها نگاه صحنه رو نگاه. اونا که پیش پشت میلا هستن تظاهرکنندگان نمیزنن ولی میترسونم. اما در فیلمی که گرفته شده واقعیت این نیست. میزنن، لتو پار میکنن، مغز متلاشی میشه، آدم کشته میشه، اغلب تظاهر کنندگان به خاک و خون میفتن. Nachdem die Jubelperser einige Minuten lang hemmungslos in die Menge geprügelt haben, jubeln die Demonstranten. Denn nun greift endlich Polizei. Die Polizei ein. Halle Polizei war nicht, Polizei Alman. Es fragt sich nur, auf welcher Polizei Seite. Polizei Savar, Alman war der. Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Berliner Polizei ein Freund und Helfer der Studenten nicht sein mag. Die berittenen Beamten gehen die Demonstranten an und lassen die Prügelperser ungeschoren. So, تشکر میکنم آقای
سپاسگزارم. تا همینجا چون نمیخوام برنامه آقای دایی رو از دست بدیم. آقای دایی عزیز، امروز سال روز سفر پادشاه بود به برلین. به نظرم جالب بود هموطنان ارجمند ببینن که چطور تاریخ قلب میشه واقعا. دست همه ما کوتاست و از وقتا این صحنه را آدم میبینه مشمئز میشه. اینا چی بودن؟ چماق دادن دستشون، مامور امنیتی بودن، اسباب شرمندگی است. چرا باید قبول بکنن؟ بعد چرا باید رئیسی مملکت قبول بکنه که به یه مملکت دیگه سفر بکنه؟ مگه شما اردوغان بودید که با نیروهای محافظت؟ یعنی میخوام بگم که چه اشتباهاتی رخ داده و این سفر به برلین سرآغازه اون تکانها و زلزله هایی بود که در رسانه ها علیه حکومت ایران آغاز شد.